اسمش چطور اسفاته؟ یعنی اسمی اسفاته؟ خانم ها و آقایان، دو تا مهمون داریم. S22 اولترا، S22 پلاس، جعبه های باریک، مختصر و مفید. اولین لحظه ای که S22 اولترا رو تو دستم گرفتم، پرچمدار جدید سامسونگ، و حسم بهش اینه که خیلی DNA طراحیش به نوت 20 اولترا شبیهه. حواشی پنل پشتی خم، حواشی پنل جلویی خم، ظاهر دوربین ها همونطوری که خب تو مراسم رونمایش هم گفتیم این AC2 5G، ولی مشکیش یه مشکی مخفیه. مشکیش در واقع همون مشکی خیلی خالصیه که تو S21 اولترا دیدیم. بازگشت غرور آفرین اسپنو به S22 ها تبریک میگم. بریم بازش کنیم ببینیم چه حس و حالی داره. قلم قشنگ یادآور همون قلمیه که تو نوت 20 دیدیم. سبک، باریک، جذاب، و اینی که مشکی ماته، اینی که این مشکی ماته، اینم مشکی ماته، واقعا حس فوق‌العاده‌ای داره. اما تستش کنیم. مدت زمانی که طول میکشه فرمان قلم به نمایشگر برسه 2.8 میلی ثانیه شده. اما تجربه نوشتن باهاش چطوریه؟ خیلی طبیعیه، خیلی راحته، خیلی از نوت 20 اولترا بهتر شده. اون حسی که صدای نوشتن رو کاغذش خیلی واقعی تر شده و فشارتون به قلم خیلی طبیعی تره، خیلی طبیعی تره. مثلا اینجا بذاریم براتون یه چیز بنویسم، شما هم انجام بدیم باشه؟ مثلا ویدیو رو لایک کنید اگر عاشقه سامسونگ هستید. یوب. یه قابلیتی که به قلم نوت 20 اضافه شد این بود که امکان هند رایتینگ اضافه شده بود. شما مینوشتین و اون برای شما نوشتتون رو تبدیل به تکست میکرد. من دوست داشتم با افزایش زبانهایی که بهش شده فارسی هم اضافه میشد، ولی فارسی اضافه نشده، عربی بهش اضافه شده و اردو. بعدن که توی بررسی کاملش تست میکنیم که آیا میشه این قابلیت هند رایتینگ رو به خوبی استفاده کرد یا نه. ای جسچر ها چیزی بود که توی قلم اسپن از بین رفته بود. توی S21 اولترا فقط اسپن پرو داشتش. اما اینجا نگاه کنی، اگر من دکمه رو بگیرم به بالا بزنم، تشخیص میده حرکاتایی که من انجام میدم رو. فقط باید براش میانبر بچینم. وزن 229 گرمش اذیت کننده نیست. برآمدگی دوربینا یه فرم منطقی پیدا کرده که آزاردهنده نیست. نمیتونم نظر بدم که این بده، ولی من برآمدگی دوربینای S21 اولترا رو بیشتر دوست داشتم. اینم خوشگله ها، یه فضای مینیمال و یک دستری داره. با توجه به اینکه پنل پشتی یه مشکی خیلی ماته، دوربین ها هم کمک کرده یک دستتر بشه. اما حس گرفتن در دست گوشی دقیقاً مثل نوت 20 اولتراست. بریم سراغ S22 پلاس. خانم ها و آقایان، S22 پلاس پینک گولد دقیقاً عین انتظارم، صورتیه که توش طلاییه، فوق‌العاده ظریف، زیبا. البته بگم ظریف، البته که نسبت به S21 پلاس قطرش بیشتر شده. ولی نکته جالب اینه که ببینید، محل جدا شدن پنل پشتی به فریم میانی الان جدا از هم دیگه است و شما کاملا حسش میکنید. در واقع میتونم به اصطلاح انگلیسی بگم گریپی تر شده، بهتر تو دست قرار میگیره، یک دست نیست. چه در پنل جلویی چه در پنل پشتی شما این قضیه رو کاملا براتون مشهوده و نسبت به S21 حس گرفتنش در دست کاملا متفاوت تره. تمامی S22 ها بیشینه روشنایی نمایشگرشون 1750 نیت، جفتشون نرخ بروزرسانی نمایشگرشون 120 هرتزیه. البته اینا فول اچ دی ان، ولی او چقدر روشن نمایشگر. اینا رزولوشنشون فول اچ دیه، اما رزولوشن S22 اولترا 2K، S22 پلاس و معمولی فول اچ دی. نمایشگرها واقعا روشنن. به نظر من حس گرفتن در دست توضیحاتش کفایت میکنه. بریم سراغ دوربینهاش و قابلیت دوربینش. ما الان در تلاشیم تصویرهای مختلفی رو با دوربین S22 اولترا ثبت بکنیم. دوربین خیلی عریض، دوربین اصلی، دوربین تله، فیلم برداری، قابلیت آتو فریمینگ، پورتره‌هاش. گوشی الان دست نیما داداش عزیزم داره زحمت میکشه این تصاویر رو ثبت میکنه.
ادامه توضیحات رو من دیگه جلو دوربین نیستم. شما صرفا ویدیوها و فوتیجا رو میبینید و توضیحات منو، تجربه من و حس منو از این خواهید دید. تو مدت زمان کوتاهی که دست من بود حسم به دوربیناش اینه. تو دوربین خیلی عریض کنتراست رنگی بهبود پیدا کرده. تو تمامی دوربین ها و تمامی سناریوها نویز مشخصا کم شده. در کنار اون نورسنجی عکس ها بهتر شده و کمی هم ثبت جزئیات بهتر شده. این قضیه رو در تمامی دوربین ها میبینه، چه دوربین اصلی، چه دوربین تله، چه دوربین سلفی. چند تا عکس دیگه هم تو موقعیت های مختلف گرفتیم، اونا رو در ادامه میبینید. یه چیزی حدود 2 دقیقه است و بعد از اون میریم سراغ انتهای ویدیو و جمع‌بندی. دوربین S22 Ultra، S21 Ultra. این بود حس اولیه من از کار کردن با گوشی های جدید سامسونگ. از لحاظ طراحی خیلی فرقی نکردم. بیشترین بهبود مربوط به نرم افزاره که تو بررسی کامل بهش میپردازیم. عملکرد دوربین هم دیدین دیگه، یه تفاوت های جالبی داشته. این از لحاظ طراحی این نوت 20 اولترا با دوربین های S22 5G. این یکی هم همون S21 معمولیه، فقط گرفتنش در دست کمی متفاوت شده. مرسی که تا پایان ویدیو همراهیم کردید. ارادتمند شما هر شبانه روز 7 روز هفته امروز نیست.